سلام به همگی خوش آمدین یک ویدیو دیگه دی ویدیو یوتیوب یک آپدیت جدید از کاردانا ویچین تدا هدرش رفت کوین صرافی بایننس برای شما میدیم و چند تا کوینی که تالا در ویدیوهای قبلی ازش برای شما صحبت نکردم پس ویدیو لایک کنین کانال حمایت کنین جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین ویدیوی بعدی را از دست ندین در شروع یک چیز خیلی جالب را در کوین تلگراف خواندم خواستم برای شما هم شیر کنم و نظر شما را هم باره ببینم چی هسته همه شما میدانید که یک هفته قبل فیسبوک تبدیل به کمپانی متاورس شد و خیلی سریع بعدش مالک فیسبوک مارک زاکربرگ اعلان کرد که روی این فیسبوک جدید متا امکان معاملات NFT را برای کاربران خود میده اما این مورد انتقاد کاربران ارز دیجیتال قرار گرفت چرا چون اون وقت معاملات NFT در یک جای غیر متمرکز صورت میگیره چون فیسبوک فیسبوک یک شخص واحد یک گرگان یک کسی داره مدیریت منه حالا اینجا مارک زاکربر مدیر فیسبوک هستن یکی از هدف های اصلی بلاکچین همی است که شخص سوم را از ما بین ور داره همه چیز همتا به همتا صورت بگیره حتی بعضی نظر دادن که باید مارک ساکر ولی متوقف بشه قبل از اینکه معاملات NFT ای به طور رسمی روی فیسبوک جدید را بیفته نظر شما دی ای باره چی هسته در کامل بنویسین شما فکر مونین آیا همی دنیای غیر متمرکزی که ما شما در حال حاضر داریم به همین شکل میتونه تا آخر ادامه بده یا نه از یک جای باید تغییرات رویشه پیاده بشه رویش اضافه بشه نظر خود دی ای باره برای بنویسین کنچکاوی نظرهای شما هستم ایکوسیستم کاردانا در حال گسترش و پیشرفت است و ما اینا را روی پروژه های ایکوسیستم کاردانا میتوانیم ببینیم چند وقت قبل در مورد آدالند برای شما صحبت کردم یکی از پروژه های ایکوسیستم کاردانا در بخش وامدهی و همچنین مهاجرت دادن پروژه های ارزی دیجیتال از یک بلاکچین دیگه بلاکچین هستن اگر یاد شما باشه که بودیدن شش ماه قبل خالق کاردانا اعلان کرد که بعد از راندازی سمارت کانترکت اونا امکان مهاجرت دادن توکن های ERC20 توکن های شبکه ایتریوم را می در روی شبکه کاردانا که در حال حاضر آدالند تیمش به تازگی در توییتر خود نوشتن که ما به یک از بزرگترین آپدیت یا همو بروزسانی مینت اصلی شبکه آدالند را برای ما خبرش میده یعنی اینکه بعد از این کاربران شبکی ایتریوم میتواند توکن های ایتریوم را انتقال بده روی شبکی کاردانا خب این میتونه برای نه تنها برای کاردانا برای, برای ایتریوم هم خبر خوب باشه به خصوص مهندسان ایتریوم و اینجا اینا فقط برای ما نشان میده که اکوسیستم کاردانا در حال توسعه و پیشرفت است بایننس حدودا سه هفته قبل اعلام کردن که اونا به اندازه یک میلیارد دلار رو میخوای روی اکوسیستم خود مصرف کنه در قسمت محلی ساختن در قسمت ادغام بخشیدن کلا ایکوسیستم بایننس مارشن توسعه و پیشرفت و تازگی در یک کنفرانسی یک روز قبل آقای ژان پاو مدیر اصلی صرافی بایننس با در فرانسه در پاریس فرانسه اعلام کردن که اونا میخواه 115 میلیون دلار را در بخش کلن ادغام بخشیدن ادغام بخشیدن بلاکچین برای شهروندان فرانسه و همچنین در اتحادیه اروپا میخواه مصرف کنه و اینجا با چند تا از کمپانی های بزرگ فرانسه هم میخوای کار کنه از جمله فنتی که در بخش تکنولوژی و نوآوری بلاک چین اینا کار مونه و اینا هم اینجا ابراز خیلی خوشحالی کردن که گفتم ما بتوانیم یعنی همین دفتر پخش توزیع تکنولوژی بلاک چین بتوانیم در تمام مناطق اروپا پخش کنیم به خصوص اینجا کشور فرانسه رهبر مدیریت کردن بلاکچین در بین کل اتحادی اروپا باشه در صورتی که الان کشور سویسلن رهبر بلاکچین یا کلا رهبر چین در اتحادی اروپا هسته فکر کنم اونقدری که الان بلاکچین در کشور ایتوپیا در کشور ایتوپیا در کشور, ایتوپی کشور, ایتوپی کشور سوئیسلند پیشرفت کرده هیچ کشور دیگه, دیگه دنیا نکرده بایننس و تازگی اعلان کردن که اونا میخوای یک آفیس یک اداره شخصی خود را بلاک بلاکتوپیا لانچ کنه راندازی را کنه شاید بس شما قبلا از این با خبر شده باشین و بعدش صرافی کوکوین هم اعلان کردن که اونا هم میخوای صرافی ویرچوال مجازی خود را روی, مت، روی بلاکتوپیا راندازی کنه و بعد کوین تلگراف در قنامی ویب سایتی من داخلش بودم از انتقاد مارک ساکر برای صحبت کردم کوین تلگراف هم میلان کنه میخوای یک آفیس ویرچوال خود روی بلاک رو نه کوین مارکت کپ که چند روز قبلی کار انجام دادن و در دا حال حاضر اولانچ پالیگان ماتیگام داره بلوکت حمایت مونه کردن روی شی که روی بلاکتوپیا سر میگذارید یک پولیگان ماتیکا اولنچ هسته اکس بیستی یک هسته بقیه از نارم زیاد من نمیشناسم ولی پارتینر چی باشم اینجا پولیگان ماتیک هسته ما دیروز برای شما فکر کنم یا پری روز بود یک ویدیو از بلاکتوپیا ساختم بعضی هم فهم یک مقدار انتقاد کردن گفتن بلاکتوپیا چطور و چکار و فلان و بدان هسته بلوکتوپیا الان با پروژه های بزرگ داره کار مونه مثلا پارتنرشیب یک فاکتور مهم برای سرمایه گذاری ما و شما هسته و مؤسس بلاکتوپیا یک فارسی زبان یک ایرانی هسته آقای توکولی فکر فاملیش توکلی هسته بعدش ایتریوم وقت کمیش شما میشن این پروتکل یک از بزرگترین پروتکل جواز شده یا پلتفرم جواز شده یه معاملات ارز دیجیتال در آمریکا است که تا اینجا فقط مشتریان بک میتونستن اونجا بیت کوین معامله کنن و کلا طریق معاملات بیت کوین هم خیلی قشنگتر یا بهترتر از صرافی مثل بایننس اینا اونجا خیلی به بگرویش ساده میتونه مشتریانش بیت کوین برای دوستان خود بفرسته از همون صرافی به تازگی اعلان کردن که البته بعد سهامش هم رفت در نسلک بورس آمریکا یک کمپانی تکنولوژی بلاک چین رفت سهامش عمومی شد اعلان کردن که به زودی حالا تا اینجا تاریخش مشخص نیست اما به امکان معاملات ایتیریوم را برای مشتریان خود میده میتونه خبر بزرگ برای ایتیریوم باشه بعدش سوشی سواب دقیقا رقیب یونی سواب که تا اینجا ما میتونستیم یک ارز رو با یک دیگه سواب کنیم یک صرافی غیر متمرکز اما اونا به تازگی دقیقا همین روز فکر ماره اعلام کردن که میخوای یک چیز رو به نام شویو شویو شاو یک کمپین ده هفتگی راندازی کنه که در حال حاضر هم رفته لایف و این کمپینش مربوط به NFT و متاورس هسته یعنی اینکه سوشی سواب هم آماده امکان معاملات NFT و دنیای متاورس برای مشتریان خود بده واقعا این خبر توجه م رو به سمت خود جلب کرد خب در قدم اول صرافی غیر متمرکز یک از بهترین پروژه است که ما شما میتونیم بریم روش سرمایه‌گذاری کنیم بعد اینکه امکان متاورس و NFT رو بده میتونه خبر جالب باشه حتما سوش سواب را زیر نظر داشته باشین در وایت لیست خود قرار بدین بعدش هدرو هشکی رفت انیماکو برندز یک یک, یک،, 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 یک کمپانی تکنولوژی بلاک چین است که کلا دارایی ارز دیجیتال حفاظت حریم خصوصی برای حامیان ارز دیجیتال کمپانی های پروژه های ارز دیجیتال میده که به تازگی اونا آمدن وارد کلا هش رید یا همین شبکه هدر هش شد جایی که بتونه هدر و کمک کنه بیاره وصل بده در پالیگون ماتیک و ایتریوم حالا در قدم اول که این خبر خوب برای خود انیماکو هست اما خبر خوب میتونه برای ارز هیدرا هش هم باشه بعدش هارمونی صرافی بایننس اعلان کردن امروز که امکان خرید هارمونی ون را با فیات را اندازی کردن با همو پول سنتی منظورم دلار و نه مشتریان صرافی بایننس میتونه با فیات هم مستقیم ارزه هارمونی ون را خرید کنه و بعد اینجا در بیلبورد آمریکا ببینین به تازگی خب اینجا تقریبا یک جایی مشهور یک جایی بزرگ است هر چیز اینجا دیده نمیشه ارز هارمونی ون اینجا قشنگ در تصویر نمیدونم حالا تبلیغات کردن چیکار کردن بالاخره ارز هارمونی ون اینجا دید. بعد در قسمت میبینین نشته است فان یو ار ان پروژه هارمونی ون حالا ایشی به هر صورت ای که دا اینجا در بیلبورد اضافه شده ای که اینجا نوشته است های NFT خود را پیدا کنین یک مقدار علاقه مرا هارمونی وان به سمت خود بیشتر کرده و اول اینجی که بایننس اعلان کردن که اونا از این بروزرسانی جدیدی تدا پشتبانی مونه تدا به زودی یک بروزرسانی داره اما خبر جالبی دیگه اینجا از تدا هسته اول اینکه میدانین الان تعداد کلا تلویزیون غیر متمرکز خود را داره و تعداد قرار دقا نقش نتفلیکس، نقش یوتیوب، نقش تلویزیون ده اما در دنیای غیر متمرکز انجام بیده که خیلی برنامه هم داره لایف پخش میشه همچنین گیمینگ اینا یا توقف که, که ما برون دیگه بتونم برای شما ده اخبار بدیم اما یک از بزرگترین منبع میدیا به نام فوس فوز 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 تی زیاد نمیشنستم. فوز تی وی شروع کردن شروع همکاری را با تدا شروع کردن جایی که نا بتونه با استفاده از بلاک چین تدا امکان معاملات ان را روی تدا دروب تدا دروب همون جای خرید و فروش ان های تدا هستن جایی که مشتریان تدا بتونه مشتریان فوز بتانه آره دیگه این های تعداد دروپ را معامله کنن بخره بسازه بفروشه و همچنین امارا لانرگو فکر کنم کدام شخص یا کدام سلبریتی مشهور است در بخش هیپ هاپ اینام کار منه که در میامی آمریکا هستن این هم عضو از این انفتی های یک جای با از این از عضو ای انفتی های تدا شدن دیگه امیدوارم که ویدیو بر شما جالب بوده باشه از حتما ما در اینستاگرام دنبال کنین نام اینستاگرام دق همین نام یوتیوبم هسته مشتاق کپیتال ویدیو رو هم لایک کنین سابسکرایب کنین تعطیلات خوبی برای شما آرزو مند هستم تا ویدیو بعد خدا نگهدار